یه قطعه زیبایی از موسیقی تاجیکستان هست که چند سالیست در ایران مورد توجه قرار گرفته و اجراهای متعددی از این قطعه زیبا رو شنیدم که در ایران با نام والس تاجیکی معرفی شده. گذشته از این که بسیار شعر زیبایی داره، ملودی زیبایی داره، یک روزی در منزل استاد دولتمند خالوف، هنرمند شهیر تاجیکستان، اشاره به این قطعه کردم و گفتم که من این اثر رو خیلی دوست دارم و در ایران هم خیلی مورد توجه هست. گفت کدوم قطعه؟ گفتم والس تاجیکی. گفت والس تاجیکی چیه؟ بعد با سازم اشاره به جمله هایی کردم، گفت نه، این که دیوانه شو هست، شعر مولانا رو اجرا کردم. گفتم بر روی این در ایران با نام والس تاجیکی شناخته میشه. استاد دولتمند گفت رفت ایران، بگو اگر جایی فرصتی شد بگو که این ساخته دولتمند خالوف است و نامش والس تاجیکی نیست، با همون نامی معرفی کنن که من معرفیش کردم. و بعد یک داستانی هم تعریف کرد در مورد این قطعه. گفت میدانی یک ایرانی باعث شد من این قطعه رو بسازم؟ گفتم که نه، تعریف کنید لطفا. اشاره کرد که سالها پیش برای کنسرتی در انگلیس حضور داشته و اونجا بعد از اجرای برنامه روی صحنه یک شخص سن و سالدار ایرانی که علاقمند به ادبیات ایرانی بوده میره نزد استاد دولتمند، با هم خوشوبش میکنن و دعوتش میکنه به منزل و نهایتاً اون شب در محفلی خصوصی تر از کنسرت اون شخص که من نامش رو هم نمیدونم به استاد دولتمند پیشنهادی میده بین اشعار به زبان پارسی و دولتمند میگه من شنونده هستم، نظرت رو بگو. حیلت رها کن عاشقا رو اون ایرانی به دولتمند خالوف پیشنهاد میده و میگه به نظرم این قطعه با این شعر با آواز خوش شما و با لهجه تاجیکی میتونه قطعه زیبایی باشه اگر آهنگسازی بکنید برای این شعر. و ظاهرا همون شب استاد دولتمند ملودی این قطعه زیبا رو میسازه و تقدیم میکنه به اون هموطن ما عزیز ایرانی. و این رو هم من از استاد دولتمند شنیدم، گفتم بگم یه جایی ثبت بشه، مشخص بشه که این اثر ساخته اوست و انگیزش از ساخته این قطعه رو هم اشاره کرده باشم. حالا به یاد استاد دولتمند این قطعه رو که هرچند من به زیبایی او نمیتونم اجراش بکنم، تسلط کافی هم ندارم، اما برای اینکه یادی کرده باشم از دولتمند خالوف این قطعه رو خواهم نواخت. امیدوارم که کم و کاستی نداشته باشه.
روخیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. روخیش را شو.